در موج برنامه اطلاعاتی خبر. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام خود گفتند زبانهای خارجی را آموزید، اما به زبان مادری ارج گذارید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را با روز مولود تبریک کرد. تاجیکستان در 8 ماه با مبلغ 90 میلیون دلار آلومینی اولیه صادرات کرد. در رشت مرکز اطلاعاتی و مشورتی صاحبکاری جوانان تأسیس یافت. با شرح پوره خبرها با شما هستم مونتی آتملویوا. سلام. همه سالا سنه 5 اکتبر در تاجیکستان از روز زبان دولتی تجلیل گرفته می شود. به این مناسبت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تمام تاجیکان را به این سنه مهم تبریک و تهنیت گفتند. رهبری دولت در پیام خود از آن یادآور شدند که با جوانان و نوروزان پیوسته از اندوختن زبانهای خارجی تاکید می کنند. پیشوای معظم ملت می گویند جوانان باید قبل از آموختن زبانهای غیر زبان مادری را پوس و ارج گذاری کنند. وظیفه ملی و قرض انسانی هر یکی ما صاحب زبانان است که به زبان مادری خود ارج گذاریم. آن را چون گرانبهاترین ثروتی هستی خیش احتیاط کنیم. میراثی پرقیمتی را که با این زبان انشا شده از نسل به نسل انتقال یافته است نه تنها حفظ نماییم، بلکه آن را آموزیم، به دیگران آموزانیم و از حکمت‌های جاویدانش بهره‌ور گردیم. اظهار داشتند پیشوای معظم ملت. سروری دولت تاکید کردند که زبانهای خارجی را باید نه برای دیگران بلکه به خاطر رشد دولت و ملت تاجیکان آموخته استفاده برده شود. با مناسبت زادروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سران دولت ها و حکومت های کشورهای خارجی نامه های تبریکاتی روان کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیه روسیه محترم امامعلی رحمان را با روز زادروز تبریک کرده است. اطلاع داده است دفتر مطبوعاتی پرزیدنت مملکت. از جمله ولادیمیر پوتین در پیام شاد باشیش با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید کرده است که رهبری تاجیکستان چون اربابی با تجربه و دوراندیش دولتی و پیشوای واقعی کشور خود میان هموطنانش عزت و احترام بلند داشته، صاحب آبرو و اعتباری نظارسی بین المللی میباشید. تاجیکستان تحت رهبری شما در راه رشد اجتماعی و اقتصادی قدم های استوار گذاشته، در امور منطقوی نقش مهم را اجرا می نماید، قید کرده است پوتین. همزمان پرزیدنت روسیه ذکر کرده است که سهم شخصی محترم امامعلی رحمان در تحکیم شریکی استراتیگی و اتفاقچیگی بین روسیه و تاجیکستان صورت بخشیده، با رابطه های برای جانب ها سودمند در دایره اتحادیه دولت های مستقل، سازمان همکاری شانخای و دیگر اتحادیه های بسیار جانبه به نهایت ارزشمند است. ولادیمیر پوتین تاکید داشته است که از ادامه مکالمه سازنده و همکاری زیچی دو کشور از روی مسائل مبرمی دو جانبه و بسیار جانبه بر نفع مردمان روسیه و تاجیکستان خوشحال می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف صحبت تلفنی انجام دادند. ضمن گفتگوی تلفنی نخست پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم امامعلی رحمان را با مناسبت روز زادروز تبریک گفته با مردم تاجیکستان صلح و ثبات و شکوفایی بیش از پیش آرزو نموده است. سپس رهبران دو کشور جنبه‌های مختلفی همکاری‌های گوناگون عرصه‌ای تاجیکستان و ازبکستان مورد بررسی قرار دادند. همزمان رهبری دولت با پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف صحبت تلفنی انجام دادند. در رفت صحبت رئیس جمهوری قزاقستان نخست پرزیدنت تاجیکستان را تبریک نموده، از سهم نظارسی امامعلی رحمان در رشد پایداری اجتماعی اقتصادی تاجیکستان و تحکیم آبروی آن در جامعه جهانی قید نمود. در نوبت خود پیشوای معظم ملت قید کردند که با سعی و تلاش های مشترک همکاری های تاجیکستان و قزاقستان در قالب شریکی استراتژی منبت نیز توسعه یافته، قله های نو را فتح خواهند کرد. کارخانه های کارکرد آلومینی از ذخیره و امکانیت ها استفاده نموده در ظرف 8 ماه سال روان در مجموع 6200 تن آلومینی را کارکرد نمودند که نسبت نشان داده 8 ماه سال گذشته به مقدار 105 تن زیاد میباشد. بنابر اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان، حجم کارکرد آلومینی در 8 ماه سال روان اساسا از حساب جمعیت سهامی کشاده شرکت آلومینی تاجیک، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی کارخانه مشترک تاج پروف، جمعیت دارای مسئولیتش محدود نقل تالکو و جمعیت سهامی پیشده نقل ترسونزوده عملی کرده است. قید کرده شده است که محصولات تاجیکستان اساساً با جمهوری ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان و دولت‌های اروپا صادر شده است.
مقامات تاجیکستان اعلام نمودند که در وادی رشت مرکز اطلاعاتی و مشورتی صاحبکاری جوانان افتتاح گردید. بنابر کتیبات شورای مشورتی نزد پرزیدنت تاجیکستان اوید به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، مقصد اساسی عملی سازی لایحه‌های مذکور تأسیس جایهای کاری، پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های مشورتی صاحبکاری و رشد کشاورزی برای جوانان میباشد. منبع قید کرده است که این لایحه در همکاری با برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان تطبیق می‌گردد. همزمان در نوحی لخش جلسه ششم شورای مشورتی اوید به بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و صاحبکاری در وادی رشت برگزار گردید. شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تانسیاتیو نکنامی را خواهانیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.